پژوهشی در فرهنگ ایران بر بنیاد شاهنامه و اوستا، برنامه هفتگی در رادیو مانی. درود به شما یاران، هممیهنان، همزبانان، همتباران و همه کسانی که اهل اندیشید، اندیشه را دوست دارید، اهل کتاب هستید، کتاب‌ها را دوست دارید، می‌خونید، بررسی می‌کنید و هر آنچه را که می‌بینید و می‌شنوید در ذهن خود به نقد می‌کشید. من مانی هستم و در دومین برنامه با ارجمند هومر آبرامیان و امروز می‌خواهیم درباره واژه دین سخن بگوییم، واژه‌ای که مثل قیر مذاب بر ما ریختند و ما رو درش سوزاندند و منجمد کردند و نمیتوانیم از توش بیایم بیرون و از دین یک هیولایی ساختند که به راستی امروزه هر انسانی که اندیشه آزاد داشته باشه از شنیدن واژه دین به هراس میافتد، وحشت میکند و به نظر من درست هم هست که چنین باشد، چون دین در به ویژه در میهن واپسماندهی ما از نظر مسائل دینی و سیاسی و حکومتی که داریم تبدیل شده به یک زندان بزرگی که حتی اگر آخوندها هم نباشند بسیاری از مردم خود را در اون قفس احساس میکنند و با اون قفس کنار آمدند، مانند یک زندانی در سلول انفرادی که با سلولش کنار اومده، میدونه چند قدم میتونه راه بره، چقدر میتونه به هوا مشت بزنه که بدنش حرکت بکنه، چگونه باید بخوابه با پاها و زانوهای خمیده که سلول اجازه نمیده پاهاش رو راست کنه و خیلی چیزای دیگه. ما به سلول انفرادی که دین اسلام به ویژه برای ما درست کرده عادت کرده ایم و مدتی است با تجربه حکومت جمهوری اسلامی در ایران داریم تلاش میکنیم، سعی میکنیم که این زندان رو، این قفس رو بشکنیم و بیرون بیاییم. خب حالا آمدیم بیرون، میخواییم بیاییم بیرون، به کدام سو میخواییم برویم؟ کسی که دیگه آدرس ها رو نمیشناسه، شهرش عوض شده، دنیاش عوض شده، اطرافیانش مردند، پیران از بین رفتند، جوانان، کودکان جوان شدند، جوانان پا به سن گذاشتند، خیابانها و شهرها عوض شده، به کجا میخواد بره؟ کسی که 40 سال، 50 سال، 1400 سال در یک قفس بوده. من پاسخ همه این پرسش ها رو از یار ارجمندم عمر آبرامیان میپرسم. میکروفون رو از همین اکنون به ایشان می سپارم، در خدمتشون هستم و هر آن لحظه ای که چیزی به نظرم برسه با ایشون در میان خواهم گذاشت. این ما و این هم عمر. بفرمایید مرشد. با درود و آفرین به مانی گرامی و با درود و آفرین به همه همکاران این رادیو تلویزیون بسیار بسیار ارزشمند و با دلداری به همه همیهنان ارجمندی که همکنون در سوگ جانباختگان خود در آبادان نشستند، امیدوارم که هرچه زودتر این داغ غم از چهره مردم ایران زدوده بشود و باز بتوانیم خنده و شادی رو بر چهره همیهنان خود ببینیم، نه اینکه هر روز سوگی در پی سوگ دیگر، از یک غم در دامن غم دیگر بیفتیم. مانی گرامی، سخنی که میخوام آغاز کنم، چون شما سخن بسیار بسیار اندیشه انگیزی به من گفتید اکنون، نه به من، به همه کسانی که سخن شما رو میشنوند، گفتید که به کجا برویم، من رو تکان داد این سخن شما. بخواست این که سپاسگزارم از این همه ژرف‌نگری شما که ما پس از 1400 سال که در این تنگنا بوده این در این تنگنای تاریک که جهان پیرامون رو نشناختیم و نمیشناسیم، اکنون اگر هم به آزادی برسیم، به جهان بدون آخوند، میخواییم چه کنیم با جهان آزاد؟ آیا میتوانیم خودمان را پیدا کنیم؟ سخنی که من میخواهم
در دنبالی این سخن شما بگویم. این سخن رو من یکی دو بار هم در گفتارهای رادیو تلویزیونی خود گفتم، ولی بر این باورم که می شود برخی سخنان رو هزار بار هم گفت، همان گونه که آخوندها داستان با پوزش امام حسین رو تا کنون 1400 سال است که همه روزه می گویند و هرگز نمی مانند از بازگفت این سخنان. ما هم برخی از سخنان رو نباید به هراسیم اگر بازگویی می کنیم یا باز می گوییم. سخنی که من گفتم و امروز می خواهم بازگویم این است که ما ایرانیان شاهزادگانی هستیم که در روزگارانی در کاخ پادشاهی پدر می زیستیم. از بهترین خوراک ها و پوشاک ها و نوشاک های شاهانه بهره می بردیم و بازی می کردیم، بازی های کودکانه شاهانه البته، مانند شاهزادگان، چون ما شاهزاده بودیم و هستیم. روزی گروهی دزد بیابانی از خواب نابهنگام نگهبانان کاخ پدر به کاخ پدری ما که کاخ پادشاهی بود یورش آوردن. پدر را که پادشاه بود در برابر دیدگان ما که کودکان بودیم کشتند. به مادر ما در برابر دیدگان ما دستیازی کردند و به خواهران ما، و ما را که کودکان بودیم به زور تیغ و تازیانه با خود به بیابانهای گرم و بی آب و گیاه عربستان بردن، و در اونجا با همون تیغ و تازیانه ما را به خوردن بازمانده های خوردنی های خود واداشتن که ما خوراک های نیم خورده و گاه زهراگین اونها را بخوریم و پساب اونها را بنوشیم. در آغاز بسیار سخت بود برای ما، شاید 200-300 ما رنج بردیم، همان گونه که شما به درستی گفتید که ما را به زندانیانی همانند ساختید که در زندان هستید. ولی این زندانی از همون روز نخست خونه می کند به اون جای بسته، زمان دراز می خواهد تا اون زندانی اندک اندک خو کند به این که با همون هوا، با همون روشنایی اندک و با همون جای تنگی که بتواند پای خود را یا دست خود را دراز کند خو می کند. ما نیز زمان زیادی نیاز داشتیم که خو کنیم با اون خوراک های نیم خورده گندیده و اون پساب تازیان که بباوریم که این نوشاک است که ما می نوشیم و این خوراک است که ما می خوریم، و اندک اندک بباوریم که ما بهترین خوراک را می خوریم و اون پساب گندیده تازیان را بباوریم که این بهترین نوشاک است، بهتر از این نمی شود. امروز به یک گامه ای از بیداری رسیدیم، به گامه ای از رسائی یا بالندگی یا یک پرتوی از خرد و دانش و روشنایی بر مغز ما تابیدن گرفته است. هنگامی که نگاه میکنیم به خود نگاه میکنیم که آقا من شاهزاده ام، من اینجا چی میکنم، در این بیابان ها چی میکنم، در خانه پدر آن خوراک های خوشمزه، آن نوشاک های شیرین، آن جامه های بسیار شاهانه، اکنون این ژنده پوشی، خوردن این پساب عرب به نام نوشابه و خوردن این گنداب ها و این نیم خورده های زهراگین تازیان که توف کردند و من رو وا داشتند که روزانه چندین بار به گفته خودتون این زبان زده زانوسای اونها بشوم و پیشانی بر خاکشان بمالم و اندک اندک به این خوب کردم. ولی امروز رسیدیم به گامه ای که در اون سو مانی نشسته است و در این سو هومر، دو فرزند از همون کاخ پادشاهی پدر که می خواهیم بازگردیم با اون زندگانی شاهانه. از این واژه شاه نترسید همیهنان، این که می گویم شاه یعنی بهترین زندگی، بهترین کاخ، بهترین جامعه، بهترین خوراک و بهترین نوشاک. این هست آن چیزی که من شایسته او هستم، این هست برازنده زندگی من ایرانی، نه در گنداب تازیان دست و پا زدن. خب اکنون میخواییم اندک اندک پیدا کنیم خودمان را، اون گوهرهای راستین خودمان را بیاریم، اون چیزی که از ما گرفتن، واژگان زیبای پارسی را از ما گرفتن و به جای این واژگان پارسی واژگانی در حلق مار یا در گلوگاه ما ریختن که سازگار با ما نبود
ما نمیدانستیم که اونها چیست. یکی از اونها دین بود، دین اسلام، دین یهود، دین مسیح، دین نمیدونم گاو پرستی یا هر دین دیگری. امروز میخواهیم بدانیم که این واژه دین که همه روزه بر زبان ما میچرخد از کجا آمده است و دارای چه چمی هست، چه معنی هست. با اندکی پژوهش در میابیم که این واژه از دو سرچشمه به زبان شیرین و آهنگین پارسی راه یافت و جا خوش کرد. ما یکی را گم کردیم، آنتیگری را نگه داشتیم. یکی از زبان آرامی یا برآمده از زبان اکدی، از بنواژه دینو یا دینو. زبان اکدی سرچشمه زبانهای سامی است. من ایرانی، من هومر آبرامیان، یک آشوری زاده هستم، همشهری مانی گرامی، ولی آشوری هستم. زبان نخست من، زبان مادری من، زبان آشوری است. این زبان آشوری یکی از شاخه های زبان اکدی است. دینو یا دینو هنوز هم در زبان ما جاری است، یعنی داور. دیانه، هنوز هم ما به داور یا به قاضی میگوییم دیانه و به دادگاه میگوییم دینتا، یا به داوری قضاوت میگوییم دینتا و دیانه، یعنی داور. پس این واژه دین برآمده از بنواژه دینو یا دینو که هر دو گویش درست است در شرخهای گوناگون برآمد. و این معنی این چیز دینو یعنی همون داوری. کدام داوری؟ داوری روز رستاخیز که پس از مردن همه سیسمندان روزی فرا خواهد رسید که فرشتی در یک شیپوری خواهد دمید، همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست و در پیشگاه داوری عدل الهی خواهند ایستاد. هیچ پیوندی هم با اسلام ندارد، بسیار پیش از اسلام این یاوه ها گفته شد. می ایستند و داوری می شوند در پیشگاه اون خالق یا هرچی که می خواهیم بنامیم، الله هست، خالق هست، یهوه هست، هرچی که هست، در پیشگاه او به داوری می ایستند. پس این داوری بر پایه این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این بکش آن بکش، بر این پایه استوار بوده است. و نگاه میکنیم به دینهای ابراهیمی، ببینیم از همون تورات تا به قرآن جز این بکش آن بکش، این گوسفند بکش آن گاو بکش، این آدم بکش آن قبیله بکش، این بکش آن بکش، یا این بخور آن نخور، این بخور آن نخور، این نجس آن نمیدونم مستحب آن حلال این حرام، جز اینها چیز دیگری نیست. و بر پایه این بکنها و آن نکنها، کسانی که درست به جا آوردن در پیشگاه داوری داور نهایی به بهش خواهند رفت، دیگران مانند من بیگمان به دوزخ. امیدوارم که مانی در کنار من باشد، در دوزخ تنها نماند. ولی این واژه، همین واژه دین، از یک سرچشمه دیگر هم به زبان پارسی در آمد و ما او را گم کردیم. چرا؟ چون ما را از خانه پادشاهی دزدیدند و بردند به بیابانها. در یک بازی هزار ساله ما اینها را از یاد بردیم. دومین واژه، یعنی دومین سرچشمه واژه دین، زبان اوستایی است. این واژه از بنواژه دعنا یا دینا که باز هر دو درست است. اوستایی می شود دعنا، ولی در چرخش روزگار هر کجا در زبان اوستایی که دو دیفتانگ یا دو اعراب پشت سر هم باشند، یکی را از دست میدهد، دیگری شدیدتر میشود، سختتر میشود. دینا میشود دینا. دینا که در سرودهای اشو زرتشت ورجاوند بارها و بارها به کار رفته است، گمان میکنم بیش از 40 بار این واژه دینا یا دینا در سرودهای زرتشت به کار رفته است. یعنی چه؟ یعنی اون چشم خورشیدگونه درون بین، یعنی وجدان، یعنی هر کسی دارای یک دین است. دین یکی از فروزهای آدمی است بر پایه هستی شناسی ایرانی. اون شاهزادگی که ما داشتیم اینگونه میپنداشتیم و باور میداشتیم و هر روزم باید بباوریم، هنگامی که زاده میشویم همون گونه که جان با ما هست و روان با ما هست،
دین هم با ما زاده می شود و با مرگ ما از میان می رود، مانند جان. دین هم همون گونه است، مانند آینه. نام دیگری این دین آینه است. این که گفتم مانند، شاید بهتر بود می گفتم همون آینه، چون یکی از چیزهای دیگری که با ما زاده می شود بو هست در اندیشه ایرانی، بعوذه یا بو. هنوز هم می دانید که دانش امروز به ما می گوید که ما تنها از راه بوییدن می توانیم بیش از 10,000 کالا را بشناسیم. من با چشمان بسته می گویم این گل است، این گل سرخ است، این گل یاس است، این نفت است، این بنزین است، این پیاز است، این سیر است و چه و این ماهی یا بسیاری شد. تا 10,000 کالا رو ما با چشمان بسته می توانیم از راه بو بشناسیم. هنوز هم در زبان پارسی این زبان زد به جا مانده است که می گوییم فلانی بو برده است. این بو یکی از نیروهای شناخت شایست و ناشایست است که در نهاد ما نهادینه شده است، در سرشت ما، و این بسیار بسیار زیباست. یکی دیگر از این چیزهایی که با ما به هستی می آید آینه هست، آینه درونی. آینه یعنی چه؟ آینه برای این است که شما تا زمانی که خودت را در آینه ندیده ای خودت را نمی شناسی. برای شناخت خود که آغاز هستی شناسی است، چرا می گویم؟ تا خود را نشناسی خدای خود را نمی شناسی، تا خود را نشناسی جهان را نمی شناسی، هستی را نمی شناسی. پس آغاز هستی شناسی خودشناسی است. ولی خودشناسی از کی آغاز می شود؟ زمانی که من در آینه ببینم خودم را. اون آینه درون هست که با چشمان درون بین باید به درون خودت بروی، خودت را ببینی، همه زشتی های خودت را، پلیدی های خودت را، خوبی ها و خوشی ها و همه بلندی ها و کوتاهی ها و کاستی ها و فراز های خودت را ببینی. در اون آینه درون، این می شود وجدان، می شود اون چشم خورشید گونه درون بین که تو رو وامی دارد که اون لایه های تاریک روان خودت را بکاوی، مانند خورشید بروی در اون لایه های تاریک و خودت را پیدا کنی، خودت را ببینی و خودت را داوری کنی. ببینید در جایی مولوی میگوید آن یکی شیر است اندر بادیه که آدم میخورد و آن دیگر شیر است اندر بادیه که آدم میخورد. هر دو شیرند و هر دو بادیه، ولی این بادیه جام است، کاسه است، آن بادیه بیابان است. اینجا شیر است که آدم ها رو میخورد یا جانوران رو میخورد، اینجا شیر است که ما در کاسی میریزیم و میخوریم. هر دو یک گونه گفته میشوند و نوشته میشوند، ولی این شیر کجا، آن شیر کجا؟ تازه شیر دیگری هم داریم، شیر گرمابه. دین هم همین است، یک گونه گفته میشود با اندوه، باید گفت اندوهمندانه، هر دو دال یه نون دین گفته میشود و نوشته میشود. ولی دین ایرانی یعنی اون چشم خورشید گونه درون بین، یعنی اون آینه درون، یعنی اون وجدان که شما خود بدانی که امروز کاری که کردی درست نبود، سخنی که گفتی بد بود، ناشایست بود یا خوب بود. نگاه به درون، نگاه به کارنامه خود، آن می شود دین، دین ایرانی. حالا آیا کسی میتواند در زیر آفتاب پیدا بشود به من بگوید که آقا دین رو کنار بگذاریم؟ من میگویم نه، نباید بدون دین زیست. ولی کدام دین؟ آن دین که فرهنگ ایران و هستی شناسی ایرانی و آموزگار بزرگ من اشو زرتشت ورجاون به من آموزش داد، نشانم داد که بچه جان در درون تو یک آینه ای نهاده اند، نامش دین است، وجدان است. در اون آینه درون بنگر، خودت را درست ببین. اگر در خود کاستی میبینی، حالا در اینجا بگویم خانم ها یا بانوان بیش از ما مردها در برابر آینه می نشینند، کار خوبی هم می کنند، بسیار بسیار کار پسندیده است. ما در آینه نگاه نمی کنیم تا زیبایی های خود را ببینیم. تمیهنانم، ما در آینه نگاه میکنیم، آن بانوی پشت آینه نشین هم همین کاره میکنه. او در آینه نگاه نمیکند تا زیبایی های خود را ببیند، نگاه میکند تا زشتی ها یا کاستی های خود را ببیند. اگر دید، اونها را از میانه بردارد.
کدام رنگ از جامعه با کدام رنگ دیگر سازگار است یا ناسازگار؟ آیا لکه‌ای بر چهره دارد؟ آیا این ماتیک یا این سرخاب که به گونه زد آیا هماهنگی دارد یا ندارد؟ دنبال این چیزهاست، میخواهد که آراستگی را جای بگذارد، به جایگزین کند به جای ناآراستگی. پس ببینید آینه چه اندازه خوب است. ما نیز هر روز و هر دم باید در اون آینه درون هر یک از ما بنگریم و گفتار و کردار و اندیشه خود را بسنجیم که آیا من امروز که میخواهم بخوابم آیا رفتارم خوب بود، رفتارم بد بود، بد کردم، خوب کردم، اینها را در اون آینه درون ببینیم. این میشود دین ایرانی. ما نیزم پوزش از این که من سخن را به درازا بردم. از آن شماست. سپاسگزارم ارجمند هومر با چنین سخنان آموزنده‌ای. ما ایرانی ها هرگاه بخواهیم از چنگال اهریمن، سیاهی و تباهی رها بشویم، ناگزیریم به ریشه های خودمون برگردیم، به گذشته برگردیم. چاره ای نیست. این گذشته ما که هومر جان شما میگید ما فرزندان پدر پادشاه بودیم، پادشاه یعنی بزرگ، بزرگوار، ما فرزندان یک فرهنگ بزرگ و دوست داشتنی بودیم و اکنون میبینیم از جهان واپس مانده ایم و میخواهیم با شتاب از این زندان بیرون بیاییم و برویم و جایگاه خود را در جهان امروز پیدا کنیم. برای این کار اصلا چاره ای نیست، گزیری نیست مگر اینکه گذشته رو بشناسیم. من میخوام بگم که این دینی که شما واژه دین رو بیان کردید و جوانب گوناگون و معانی گوناگونش رو برشمردید به راستی یک اندیشه گسترده و درستی است. شاید برای بسیارانی این گونه جلوه کند که اینها ساخت پرداخته ذهن هومر هستند، اما این چنین نیست. اینها معانی و چمهای گمشده واژه دعینا هستند که پژوهشگران می توانند اون رو پیدا کنند و دوباره به زنده شون کنند. هومر جان، اگر ما اون واژه آینه که خود را در آن می بینیم تا ضعف‌ها و کاستی‌های خود را بشناسیم و پیرایش دهیم و آنگاه خود را آرایش دهیم، این بگونه من رو یاد یک اسطوره و سمبول بزرگ ایرانی می اندازد به نام سیمرغ، پرنده‌ای که حتی یک پرش می تواند یک پهلوان رو در تنگنا قرار گرفته رو نجات دهد، رهایی بخشد، همونطوری که چند تا پرش رو به رستم میده، میگه هر جا با دشواری روبرو شدی یکی از اونها رو آتش بزن، من حتما هستم. این من کیست؟ این من همان وجدان است، این من همان خرد جمعی است، این همان مزدا است، این همان توانایی جمعی است که به فرزند خود میگوید هرگاه در تنگنا قرار گرفتی مرا فرا بخوان، من خواهم آمد، من دانایی بزرگ هستم، من یاریگر توانمندی هستم، میتوانم تو را از تنگنا بیرون بیاورم. ما میبینیم که شما اشاره کردید داوری که امروز دیگه معنای زمینی پیدا کرده یکی از معانی یا چمهای دین است. در پی داوری دادگستر باید تصمیم بگیرد، دادگستران، قاضیان، قاضیانی که وجدان داشته باشند و خود به این فرهنگ باور داشته باشند، نه اینکه زیر و رو کنن، راست و دروغ کنن و به نفع یک دستگاه بخوان حقیقت رو زیر پا له کنن. یکی دیگر از معانی دین همان عشاست، اون نظمی که جهان رو سرپا نگه داشته و نقطه وصل و پیوند همه انسان‌ها با همه زمان‌ها و جوامع بشری است. این عشاست، چیزی که ما رو از جهان جدا نمی کنه، ما رو جزی از جهان می داند
و ما جزی از نظم جهانی میشویم. برگردم سر واژه سیمرغ. ما میبینیم که در آغاز اندیشه های ایرانی که بخشش در اسطوره ها بازتاب پیدا کرده یک اندیشه فلسفی بوده، یعنی دین پیش از اون که به دستگاه شرعی، شرعیاتی و حکومتی تبدیل بشود یک دستگاه اندیشه بوده است. زرتشت یک فیلسوف بوده، نه یک پیامبر، نه یک ولی فقیه. زرتشت یک شاعر بزرگ بوده و یک انسانگرای شگفت‌انگیز که در اون زمانی که آدم می‌خورده او سخن از انسانگرایی می‌کنه و همه انسان‌ها رو یک پیکر می‌داند. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیر گوهرند. اون گوهر وجدان است، اون گوهر همان عشاست، اون مزدای بزرگ است. اینجا به معنای خدا نمی‌گویم. حالا این اندیشه های ایرانی که پهنای گسترده‌ای دارند و ما نوبت به نوبت بهش خواهیم رسید، یک بخشش در سیمرغ تجلی پیدا میکنه که عطار این سیمرغ رو حرکت میده، میبره تا در برابر آینه بگذارد که این مرغ‌ها و نه خروس‌ها، زرانگی درش وجود داره، کاملا پیداست، در برابر آینه قرار بدهد که اینا دریابند پرنده‌ای به نام سیمرغ وجود نداره، بلکه 30 تا پرنده هستند که با هم باید این دانش رو بیافرینند، این هستی رو بازسازی کنند. همون یک نکته رو بگم بعد میکروفون رو به شما میسپارم. من توی هم کنکاش ها و جستجوهایی که در کتاب ها میکنم از روی علاقه شخصی، هیچ ادعایی هم ندارم، به این نتیجه رسیدم که سیمرغ نخستین تخمهایش رو در آتن میگذارد، تخمهای اندیشه فلسفیش رو در اونجا میگذارد و جوجه هاش در اونجا به دنیا میآیند. یکی از این جوجه ها که خیلی هم با بقیه جوجه های دیگرش یکسان نیست، افلاطون است که خودش بعد سرمنشأ افکار اسلامیون میشود و کلی اندیشه رو یا جمهوریتش رو یا نظام فکریش رو باز تولید میکند در اسلام، در قرآن و در ادیان ابراهیمی، که البته چون افلاطون تقریبا این اندیشه رو به سوی یک سلول بسته و یک انبساط یا انجماد نسبتا سخت جای میدهد، امروزه جهانیان و فلاسفه و دانشمندان او رو طرد میکنند، نقد میکنند، بهتر است بگم در همون زمان هم او را نقد میکنند. بنابراین از اونجایی که اندیشه های انسانی در هم راه مییابند و مغزها به همدیگه راه دارند، ما میبینیم که چگونه سیمرغ ما میرود در جهان تخمگذاری میکند و اندیشه های بزرگ دیگران، فلاسفه، دانشمندان و زیست شناسان می آید در فرهنگ امروز ایران جا باز می کنه. بفرمایید، ادامه بدید. بسیار خوب بود، برای من بسیار آموزنده بود، به ویژه درباره پر سیمرغ که هرگاه مرا خواستی من با تو خواهم بود، تو را رهایی خواهم بخشید، اون را همانندی دادی با خرد، اون خرد بزرگ. بسیار بسیار خوب بود. ولی واژه عشا رو به کار بردی، پروانه بدید که من اندکی روی واژه عشا، این واژه رو بیشتر باز کنیم. این واژه عشا، الف شین، الف شون اگر با این بنویسیم می شود شب یا شام، ولی با الف اگر بنویسیم الف شین الف عشا، این واژه 180 بار یا شاید یکی دو بار بیش از 180 بار در سرودهای عشو زرتشت ورجاوند به کار رفته است. حالا چرا این رو گفته است؟ شوربختانه کسانی که گاتهای زرتشت رو برگردان کردن به پارسی امروز، از ترس اینکه مبادا ما نفهمیم چه میگوید واژه عشا چیست، در برابر واژه عشا به جاش نوشتن راستی، در حالی که بسیار بسیار دور بود واژه راستی از عشا. چرا راستی در عشا میگنجد ولی عشا در راستی نمیگنجد؟
عشا بسیار بسیار فراخدامنتر از آن است که در واژه راستی بگنجد. ولی راستی کوچکتر است و در واژه عشا میگنجد. عشا چیست؟ زرتشت در پی اندیشه های هستی شناسانه خود به دو راز بزرگ جهان هستی پی بود. نخست دانست که در جهان هستی همه این اندام های هستی به گونه ای به یکدیگر پیوسته و به هم وابستند. هیچ تکه ای، هیچ اندامی از اندام های جهان هستی نیست که جدا سر باشد از دیگر اندام های گیتی. همه به یکدیگر پیوستند، ماه و خورشید و ستاره و آب و خاک و گیاه و جانور و آدمی، همه به یکدیگر پیوستند. و راز دوم که پی برد این بود که این زنجیری هستی سراسر در زیر یک فرمان، یک هنجار و یک سامانی به سر میبرد که نام اون هنجار رو گذاشت عشا. پس عشا یعنی اون هنجار آفرینش. و از اونجایی که آدمی هم مهره ایست از مهره های به هم پیوسته این گیتی پهناور، پس اون هنجاری که بر همه گیتی فرمان میراند بر تن و روان و اندیشه من هم باید فرمان روا باشد. در این جهان هستی هر تکه ای، هر اندامی از اندام های گیتی اگر سر بتابد از فرمان اون هنجار، عشا بیدرنگ بیرون افکنده می شود. یعنی این سامان گیتی او را بیرون می اندازد. این عشا در همه جا دیدنی است. در خانواده، پیوند زن و شوهر، پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزندان با پدران و مادران خود، اگر اون عشا در خانواده فرمان روا باشد، یعنی زن و شوهر به یکدیگر مهر بورزند، با هم دروغ نگویند، با هم مهربان باشند، هر یک خیشکاری خود به درستی انجام دهد، خانواده از یک سامان و هنجار بسیار شایسته و خوش برخوردار خواهد بود. وگرنه هنجار خانواده شکسته می شود، هموندان این خانواده جز سیه روزگاری سرنوشت دیگری نخواهند داشت. همون گونه یک اتومبیل که شما اتومبیل رو می خرید، این اتومبیل دارای یک هنجار است که به شما یک بروشور می دهند که شما سر 3000 ساعت یا چند هزار ساعت یا کیلومتر باید روغن این موتور رو عوض کنید. این هنجار است، این عشاست. اگر شما آن گونه که به شما رهنمود داده شده است اتومبیل خود را نگهداری کنید، این اتومبیل می تواند 30 سال، 40 سال، 50 سال به شما سرویس بدهد. ولی اگر عشای او رو بشکنید، اگر روغن به هنگام دیگرگون عوض نشود و کارهای دیگر، شما اتومبیل خود را جوانمرگ کرده اید. در پس از یکی دو سه سال این اتومبیل از توان می افتد. همین گونه است تن آدمی. در شاهنامه فردوسی بهترین جایی که ما می توانیم این عشا رو ببینیم داستان رستم و سهراب است. در میان همه داستانهای شاهنامه هیچ داستانی نیست که با غم و عشق آغاز بشود. یکی داستان است پر از آب چشم، دل نازک آید ز رستم به خشم. همینجا من یقه این پدر میگیرم، میگویم پدر فردوسی، چرا من ایرانی باید از رستم به خشم باشم؟ وگر نه این است که رستم مرد آرمانی تاریخ من است، چرا باید از او به خشم باشم؟ میگوید بنشین داستان رو گوش کن، سپس خواهید دید که چرا باید از او به خشم باشی. نه برای اینکه پسر کشت، نه، کشتن پسر، کشتن سهراب پاداش اون عشایی بود که رستم پیش از نبرد با سهراب اون عشا رو شکست. حالا چه بود؟ من به کوتاهی میگویم و اگر زمان شد در زمان دیگری به این نکته خواهیم پرداخت. ببینید، در آغاز داستان رستم میرود به شکار، میخواهیم عشا رو نشان بدهیم، عشای زرتشتی و دین ایرانی، میرود به شکار. به جای یک آهو یا یک گورخر چندین گورخر رو میکشد. این اونجاییست که باید گریست به روزگار رستم، باید گریه کرد به حال خود و به حال رستم. آقای رستم برای چه میکشی اینها رو؟ تو رفته بودی، حالا دلتنگ بودی، هرچه بودی، یک گورخر کافی بود، میخواستی بخوری، بسنده بود.
چرا 50 تا گور خر رو کشتی؟ میکشن. از همین جا فردوسی به ما میگوید ببین اشعار رو شکست، هنجار هستی رو به هم زد و پاداش او کشتن پسر به دست خودش خواهد. از اینجا داشته باش. سپس می نشیند می خورد، می نشیند بخوردن، انقدر می خورد همه گور خر رو می خورد، یعنی زیاده روی می کند در خوردن، عشای تنش رو می شکند. این بار عشا، کسی که بخواد عشای تن خودش رو بشناسد، به اندازه بخورد، زیاد نخورد، کم نخورد، کم نخوابد، زیاد نخوابد، ورزش کند، هوای دودالود دم فرو نبرد، معتاد نشود، نمیدونم سیگار نکشد، تریاک نکشد، اینا میشود عشای تن. رستم در اینجا عشای تن خود را میشکند و بیش از اندازه میخورد. سپس میخوابد، بیش از اندازه میخوابد، به گونه ای که رخشش را که ایران اوست، اگر رستم نماد ایران است، نماد جوانمردی ایران است یا تاریخ ایران است، آقا رخش خود ایران است، رخش رو میدزدند و رستم در خواب، کجا خوابیده است؟ در مرز دشمن، در کنار سرزمین دشمن. اگر بخوام داستان رو پی بگیریم، همخوابگی او با تهمینه و بسیاری زشکاری های دیگر در این شاهنامه، در سراسر شاهنامه، داستان رستم و سهراب داستانی است که فردوسی بسیار بسیار آگاهانه از همون سر آغاز که میگوید یکی داستان است پر از آب چشم، دل نازک آید ز رستم به خشم. سپس در نبرد با سهراب دروغ میگوید، دو بار هم دروغ میگوید. همه ما این داستان رو خواندیم و شنیدیم. این شکستن عشا، شکستن اون هنجار آفرینش است، هنجار هستی است. اگر من ایرانی، ما همه مردم ایران، زنان و مردان خوب ایرانی، بخواهیم کشور خود بسازیم، بخواهیم براییم از این خاکستر، هیچ راهی نداریم جز شناخت فرهنگ خودی، آراستن خود به زبان آهنگین و شکرین پارسی و شناخت اون گوهرهای فرهنگ که گم شدند در زیر این خاکسترها و این خاک ها، اینها رو به دست بیاریم، دوباره گردن آویز خود کنیم و سپس با این فرهنگ آنگاه بالا برخواهیم افراشت، دوباره همون خوراک ها و همون نوشاک ها و همون پوشاک های شاهانه و زیستن در همون کاخ شاهانه باسم بهره ما خواهد بود. با پوزش کرد، باسم اندکی زیاد روی کردم در زمان. من با شوق میشنوم هرگاه شما سخنتون رو میبرید، تأسف دارم، ولی خب گفتگو همیشه بهتر از تکگویست. من با شما همراهی میکنم. شما از واژه هنجار بهره گرفتید که به نظر من به کلمات عربی اگه بگم جامع‌ترین معنی برای عشاست، چون به جوانب قضیه خوب اشاره میکنه. شما یک ساختمان رو که نابهنجار برپا کنید فرو میریزد. شما یک داستانی به عنوان نویسنده رو که نابهنجار آغاز کنید سرانجام خوبی نخواهد داشت. شما اگر یک جامعه رو نابهنجار اداره کنید از هم فرو خواهد پاشید. ما برای همه اینا کشور امروزمون ایران نمونه های خوبی هست. یک انسان، شما از عشا و هنجار در خانواده سخن گفتید، باز هم ریزترش کنیم، برگردیم به فرد. یک فرد ممکن است بگوید که من میتونم خودم رو تغییر بدم، میتونم روی خودم کار کنم، ولی روی دیگران نمیتونم. من چه باید بکنم تا به هنجار باشم؟ البته به هنجار بودن فضای خودش رو میخواد، فضای رشدش رو میخواد، مانند یک باغ که آب میخواد، خورشید میخواد، نگهداری میخواد، گذر فصل ها میخواد. اما از اون حواشی میگذرم، برمیگردم به اصل قضیه. اگر یک انسان دارای دانش به اندازه باشد، یعنی درکی داشته باشد از جهان، از هستی، از پیدایش هستی، از همین هنجار هستی، از عشا، از خرد بزرگی که ما آن را خدا می نامیم و همه چیزهای دیگر
جامعه رو بشناسه، آدمیان دیگر رو بشناسه. این انسان دانشور می شود. این دانش بعد به او بینش می دهد. با شناخت جامعه و هستی و کیهان، تاریخ، گذشته، روانشناسی و بسیاری چیزهای دیگه، او صاحب یک دیدگاه می شود نسبت به هستی. این دیدگاه اسمش بینش هست. پس یک انسان فرهمند و بهنجار نخست باید در جستجوی آگاهی باشه، دانش داشته باشه، دوم باید از این دانش یک دیدگاه پیدا بکنه به نام بینش که نامش رو بینش میگذاریم، و مهمتر از این دو که فرایند این دو هست، باید صاحب و دارنده منش بشود. منش همون اخلاق است، همون وجدان است، همون دادگری است، همون دادخواهی است، همون دادگستری است. و مردی یا زنی که منش داشته باشد بر اساس اون دو، مانند رستم، اون خطایی رو که گفتید نمی کنه. مانند جامعه ما که در برش های گوناگون فقط دنده عقب میره، ماشینش دنده عقب نمیره، سیستم رو میشکنه برای اینکه از این پوسته، از این زندان بیاد بیرون و به جلو بره. ما چشم انتظار این هستیم که همش میگیم چه خواهد شد در ایران، خرسند میشیم وقتی مردم برمیخیزن، اندوهگین میشیم وقتی مردم سرکوب میشون. ما فکر میکنیم که این خیزش ها در واقع برای شاید نخستین بار در تاریخ ایران دند جلوه، وگرنه ما در 1400 سال گذشته هر کاری کردیم دوباره برگشتیم به عقب. یه مدتی که گذشته دوباره دلمون برای قبلی پیشتر هست و از اون پیشتر و پستر تنگ شده و دوباره واپس رفتیم. پس انسان خردمند، انسان فرهیخته و انسان امروزی، انسان بگوییم ایدئال، ابر انسان، اون چیزی که نیچه میگه، باید دارای دانش، بینش و منش درست باشه. و چون تمام بنیان یک ساختمان پول پیکر با نخستین خشت آغاز میشود و این نخستین خشت در جامعه فرد است، یک نفر است، اگر همه ما بکوشیم در این راستا تا اونجایی که فضا امکان میده پیش برویم، اون ساختمان درست بالا میره و پایدار میمونه و جامعه درست شکل مدرن امروزین و فردایین پیدا میکنه و استوار خواهد بود. بفرمایید. زمان چند اندازه داری مانی جان برای گفتگوی امشب؟ شما میتونید تا 15 دقیقه دیگه صحبت کنید و بعد دیگه به پایان میبریم برنامه. خواهش میکنم. ببینید، یکی از بزرگترین گرفتاری های ما این است که ما خوراک خود نمی خوریم و جامعه خود نمی پوشیم و در هوای خودمان نفس نمی کشیم. یعنی چه؟ یعنی که ما به جای پرداختن به اون داده های فرهنگ ایران شهری که از این سرزمین برخواستن، یعنی رنگ و بوی ایرانی دارن، با خاک ایران، با زیست بوم ایرانی، با کوهستان‌های ایرانی، با جویباران و رودهای ایرانی هماوایی دارند، ما اینها را رها کردیم، چسبیده ایم به چیزی که از آن ما نیست، دینهای ابراهیمی. من نمیگویم دینهای ابراهیمی بدند، چه بسا میتوان گفت که دینهای ابراهیمی بسیار هم خوبند، ولی برای مردم سرزمینهای خودشان. دین یهود خوب است شاید برای مردمی که در اون سرزمین در کنعان زیسته اند. دین اسلام شاید خوب است، من نمیدانم، داوری نمی کنم، ولی برای مردم بیابانهای یا ریگزارهای گرم عربستان. ولی برای من مرد ایرانی، برای زن ایرانی به هیچ روی پسندیده نیست. چرا؟ هیچ یک از ما جامعه های دیگری رو اگر بتن کنیم بر ما برازنده نیست. همواره کفش خودمان را که می پوشیم بر پای ما
آسان‌تر است، آسوده‌تر است. پای ما در کفش خودمان آسوده‌تر است تا اینکه من کفش مانی رو بپا کنم. پیراهن خودم بر تنم برازنده‌تر است و من در پیراهن خودم سوهش خوشتری دارم تا اینکه پیراهن مانی رو بتن کنم. ولی در زمینه دین اینگونه نکردیم. دین خود رها کردیم، آیین‌های خود رها کردیم، اگرچه در آغاز به زور تیغ و تازیانه ما را واداشتند، ولی هنگامی که بیدار بشویم باید این پوست کلفت باورهای دینی یا خرافه باوری‌های خودمان را با سرانگشتان خودمان بکنیم و دور بیاندازیم. این دین، این آیین بیابانی تازیان یا دین‌های ابراهیمی همه را می‌گوید. برازنده ایرانی نیست. برازنده ایرانی نیست که در پی اندیشه های تورات باشد. برازنده ایرانی نیست که در پی آموزه های انجیل باشد، عیسی. برازنده ایرانی نیست که پیرو آیین های بیابانی اسلام باشد. ایرانی زمانی خودش را خواهد شناخت، زمانی میتواند به خویشتن خود بازگردد که خودش را بشناسد، دین خودش را بشناسد، زبان خودش را بشناسد، آیین‌های شهریگری خودش را بشناسد، جهان را بشناسد از دیدگاه ایران شناسی، نه از بینش دیگران. یعنی من هنگامی که میخواهم هستی بخش را بشناسم، هستی را بشناسم، یک پنجره‌ای هست به نام هستی شناسی ایرانی. من نمیگویم همه اونچه که در این هستی شناسی هست بهترین است، ولی با دلیری میگویم برای من ایرانی بهترین است. بهترین چرا؟ درست همانند کودکی که گوش میکند به آوای تپش دل مادر. ببینید کودک نوزاد هنگامی که شیون میکند تنها در آغوش مادرش هست که آرامش بیابد. چرا؟ که خو کرده است به اون آوای تنین ضربان دل مادر. ما نیز چنین هستیم. نباید از یاد ببریم آن آغوش گرم مادر که زهدان فرهنگ ایرانی است. زمانی ما رهایی خواهیم یافت از این همه بدهنجاری که بازگردیم با اون گهواری خودمون، جامعه ایرانی بتن کنیم، خوراک ایرانی بخوریم، نوشاک ایرانی بنوشیم. منظورم از خوردن و نوشیدن چلو کباب نیست، اشتباه نشود. می توانیم کتلت هم بخوریم، می توانیم استیک هم بخوریم، ولی ایرانی بیندیشیم. برای ایرانی زشت و ناپسند است که نام عربی داشته باشد یا هر گونه نام دیگری. برای ایرانی زشت و ناپسند است که آرمان شهرش سرزمین دیگر باشد. اگر می خواهی نماز بگذاری، اگر به راستی نیاز در خود می بینی که باید نماز بگذاری، خب رو به الوند بیست نماز بخوان، رو به دماوند بیست، رو به کردستان بیست نماز بگذار، اون دشت های سرسبز کردستان، رو به آبادان بیست نماز بخوان. اگر میخوایی مرد آرمانی داشته باشی، مرد آرمانی تو نباید علی باشد، مرد آرمانی تو باید رستم باشد، زن آرمانی تو باید آرتمیس باشد، گردیه باشد، گردآفرین باشد، نه سکینه و سقرا و فاطمه و نمیدونم که و که. اینجاست اون از خویشتن خود بیگانه افتادن که ما در همه زمینه ها خودمان را گم کردیم، مرواریدهای گرانبهای خودمان را از دست دادیم، چسبیدیم به این سنگریزه ها، سنگریزه هایی که بوی بد هم میدهند. اینها را باید از خود دور کنیم، بازگردیم به خویشتن خود. مانی جان گوش به فرمان شما هستم. بله، یک دنیا سپاس. من یک نکته رو بخوام بگم. هنگامی که ما میگوییم جامعه دوران زرتشت، منظور ما همه افراد اون جامعه در اون دوران نیستن، بلکه فرهیختگانی هستن که زرتشت یکی از اونها بوده. و من بر این باورم که اگر زرتشت یاران و حواریونی رو پیرامون خیش گرد می آورد و اون اندیشه ها رو به یک دستگاه فلسفی منسجم
به هم پیوسته تبدیل میکرد، امروز شده وظیفه شما که اون رو بکشید بیرون. در اون صورت ما صاحب یک نظام فلسفی میشدیم که اندیشه بر دین باوری غلبه پیدا میکرد، چرا که زرتشت وارث جامعه بود که بر اسطوره ها بنا شده بود و این اسطوره ها به نوعی دین تبدیل شده بودند و از میترائیسم سخن میگفتند، از ستایش به صورت امروزین در برابر خدایان سخن میگفتند و نشد که این فیلسوف یا نخستین فیلسوف جهان شاید بشود گفت زرتشت اندیشه هایش را مانند هگل سازماندهی کند. من فقط نام میبرم برای اینکه اینها داره یک دستگاه فلسفی بیان شده هستند. حتی در آترن ما دانشمندان و فیلسوفان بزرگی داشته این که جهات گوناگون فکری داشتن، همدیگر نقد میکردن، اما در نهایت هر کدوم یک نظام فلسفی رو ارائه دادن. اما در ایران ما این رو نداشتیم. هر آن کس که پای به میدان میگذاشت باید یک تنه در برابر تنه سنگین جامعه و اون فشار اسطوره ها و باورها ایستادگی میکرد، در به در میشد، فرار میکرد، در شهر خودش نمیتونه زندگی بکنه و در آوارگی باید دستگاه فکری خودش رو می آفرید و سازمان می داد. دریغا که نشده. اما جای بسی خرسندی سومر گرامی که امروزه ایرانیانی پیدا شدند همچون شما و بسیارانی دیگر که به این فکر افتادند، اون نظام فکری فلسفی اندیشگی رو از فرهنگ ایرانی بیارن بیرون، از زیر آوارهایی که زمانه و تاریخ بر اونها ریخته، اینا رو بکشن بیرون، معناشون رو پیدا بکنن، شکلش رو پیدا بکنن، درست مانند کسانی که میروند برای بیرون کشیدن یک شهر باستانی از زیر تپه ها و دیدید که با قلمو آرام آرام خاک رو کنار میزنن که اون ساختار از بین نره و اون ساختار رو بکشن بیرون، اون مجسمه رو، اون شیء رو یا اون شهر رو. و ما اکنون در این برش از زمان فرهنگیمون هستیم و ما داریم، یعنی این مجموعه‌ای که من میبینم و پرشمارم هستن خوشبختانه، دارند اون ایران شهر رو از زیر ویران شهر بیرون میکشن و این مژده بزرگی است. زمان میبرد اما ارزشش رو داره، نجات بخش و رهایی بخش نسل‌های آینده ایران است، چون سیاست مدارانی که میخواهند ایران آینده رو بسازند باید آبشخورشون فرهنگ ایران باشد و با درک جهان امروز. من هیچ وقت دوست ندارم دور ایران یک سیم خاردار بکشیم بعد از اینکه آخونده رفتن بگیم اینجا ایران است، هیچ کس حق ندارد بیا تو، ما هم بیرون نمیریم. نه، این انزوا طلبی مرگاوری خواهد. ما در کار بازیابی فرهنگ گذشتمون است، اون ساختمان ویران شده اما هنوز مانده است. چرا؟ بخش عمدش در همون گاتاهای زرتشت مونده و بعد اندیشه ورانی که آمدند هم فلسفه اندیشی زرتشت را گسترش دادند، حال به نام دین، و یک بخشی از اونها هم از اون دین و از اون اندیشه یک دستگاه شرعیاتی شرعی کشندهی به وجود آوردند که هیچ تفاوتی با شیعه امروز نداره. ما باید اینا رو بپالاییم و به خود برسیم، یعنی به همون آینه ای که شما خیلی زیبا بهش اشاره کردید. ما باید بریم جلوی این آینه بنشینیم تا خود را بشناسیم. این آینه همان خودشناسی است در معنای خیلی بزرگترش که شما بیان کردید. از اونجا به بعد است که نسل‌های بعدی شاید
بتوانند این کارهایی رو که ما به طور پراکنده انجام میدهیم، چون سامان نداریم، بی سامانیم، سرگردانیم، کشور نداریم، دولت نداریم که بخواد پشتیبان اندیشه های ما باشه، شما رو جمع بکنه، یک آکادمی درست بکنه و خیلی چیزهای دیگه. ما اکنون به گونه پراکنده اینجا و اونجا بریده بریده چیزهایی میگوییم، چیزهایی مینویسیم، و اما نسل پس از ما امیدوارم که در میهن خودش، در آکادمی خودش، در دستگاه فکری فرهنگی میترایی و آینی و ایرانی خودش بنشیند و پنجرهایش رو به سوی ملت ها و فرهنگ های دیگه باز کنه تا همواره هوای تازه در فضای زندگیش بپیچد و آنگاه به جهان بگوید که من هم هستم، ایران زنده است و هرگز نخواهد. آفرین، درود بر شما. درود بر شما، زنده باشید. پس اگر پروانه بدید ما برنامه امروز همینجا به پایان برسیم. تا برنامه با سپاس بیکران از شما و همه شمایانی که نشستید به تماشا و با ما همراهی کردید، سپاس گذارم. شادکام باشید.